امارات اسلامی در آستانه ای از سرگیری کار بازسازی شاهراه سالنگ. حالا در سالنگ هم چه کاری نشده بود. خدا خیلی شما بتا بسیار کار خوب کردید. و تلاش ها برای ساخت تونل جدید دوم. امارات اسلامی افغانستان در آستانه ای از سرگیری کار بازسازی بزرگراه سالنگ است. امارات اسلامی گفته است که کار بازسازی شاهراه سالنگ را تا کمتر از دو هفته دیگر از سر می گیرد. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه از آغاز کار سه بخش باقی مانده شاهراه سالنگ در چهارم ماه اسد سال جاری خورشیدی خبر داده است و گفته است که تردد در این مسیر بر اساس نوبت تنظیم خواهد شد. طبق تقسیم اوقات این وزارت، موترهای کوچک از ساعت 6 صبح تا 6 شام اجازه تردد را دارند و موترهای مسافربری و باربری از ساعت 6 شام تا 6 صبح می توانند رفت و آمد کنند. وای خاطر نشان کرد که موترهای بزرگ یک روز در میان از سالنگ جنوبی و برعکس آن می توانند رفت و برگشت کنند. با همین حال امارات اسلامی می گوید با توجه به اهمیت بزرگ راه سالنگ در رشد و اقتصاد کشور، تلاش ها برای ساخت تونل جدید در این بزرگراه جریان دارد. ذبیح الله مجاهد می گوید که تونل کنونی سالنگ برای تردد موترهای مسافربری و بازرگانی بسنده نیست و همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما چالش ها در این بزرگراه بیشتر می شود. وی همچنان افزود تونل فعلی برای ترافیک که از این راه عبور می کند کافی نیست، به خصوص در فصل سرما و مردم با مشکلات مواجه می شوند. وای همچنان افزود تونل فعلی برای ترافیک که از این راه عبور می کند کافی نیست، به خصوص در فصل سرما مردم با مشکلات مواجه می شوند. از همین خاطر باید راه های دوم سالنگ هم ساخته شود. تونل دوم می تواند رفت آمد ملکی را با رفت آمد ترانزیتی و تجارتی جدا بسازد. برخی از مهندسان چینی که در ساخت بازسازی تونل ها فعالیت می کنند در دیدار با معاون والی پروان گفتند که پروژه تونل دوم سالنگ را بررسی می کنند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی ولایت پروان گفته است که از سوی وزارت فواید عامه یک هیئت دیدن کردند. آنها می‌خواستند به خاطر سروی تونل دوم سالنگ از مناطق نزدیک سالنگ دیدن کنند. معاونت اقتصادی ریاست الوزراء همچنان چند روز قبل اعلام کرد که با فراهم شدن کار کانال تونل سالنگ نیز آغاز خواهد شد. با این حال برخی از آگاهان و مسائل اقتصادی میگویند اگر تونل جدید بر مسیر سالنگ ساخته شود، سهولت های زیادی در عرصه تجارت، ترانزیت به میان خواهد آمد. قطب‌الدین یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی گفته است تونل جدید که در این قسمت احداث می شود در صورتی که تکمیل شود و امارت اسلامی توانایی تکمیل کردن آن را داشته باشد، می تواند از لحاظ اقتصادی بسیار مهم باشد. گذرگاه سالنگ یکی از پرترددترین راه های کشور و شمار می رود که افزون بر وصل پایتخت با ولایت های شمال و شمال شرق در انتقال کالاهای بازرگانی کشورهای آسیای مرکزی با آسیای جنوبی نیز نقش کلیدی دارد. جاده سالنگ یک شاهراه ترانزیتی و مهم در کشور است که 16 ولایت شمالی را با هم وصل می کند و به تازگی کار عملی ترمیم جاده سالنگ شمالی و جنوبی از سوی وزارت فواید عامه امارت اسلامی آغاز می شود. مسئولان این وزارت همچنان از آغاز گفتگوها به هدف ساختن تونل سالنگ ها به شرکت های خارجی خبر دادند. این در حالی است که باشندگان سالنگ ها سالها است که چشم برای آغاز این پروژه هستند.
این باشندگان از امارت اسلامی میخواهند که با نظارت جدی از کار این پروژه مردم محل را برای ساخت این جاده به کار بگیرند. مسئولان وزارت فواید عامه امارت اسلامی میگویند که برای ساخت تونل دوم سالنگ ها با شرکت های خارجی گفتگو کرده اند و در نتیجه این گفتگوها تصمیم بران شده است تا اعضای فنی دو طرف یکجا در مورد طرح دیزاین و برآورد پروژه دوم سالنگ کار کنند و تصمیم نهایی در این زمینه گرفته شود. عبدالنصیر رشدی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید که جاده سالنگ راه ترانزیتی و تجارتی مهم برای افغانستان است که بیشتر ولایت های شمالی را با مرکز و جنوب وصل می کند و اهمیت ترانزیتی زیاد برای ما دارد. وی تاکید کرد داشتن جاده های معیاری تاثیر زیادی بر حمل و نقل و رشد اقتصادی یک کشور دارد. راه معیاری باعث می شود که در مدت زمان کوتاه با تسهیلات مثبت آن را در قیمت کالاها یک دسترسی آسان به آنها را در بازار شاهد باشیم که از سوی هم سبب اشتغال در جامعه می شود. تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح بحر و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد. طول این تونل 2700 متر است. کار ساخت آن در سال 1337 خورشیدی آغاز شد و پس از 6 سال در سال 1343 خورشیدی به پایان رسید. این پروژه در زمان صدارت محمد داوودخان به همکاری دولت شوروی آغاز شد. ارتفاع این تونل 5 متر و دارای 6 پهنا می باشد. هزینه ساخت این تونل 636 میلیون دلار آمریکایی بوده است و با احداث آن فاصله میان شمال و جنوب افغانستان 110 کیلومتر کوتاه شده است. این تونل شمال افغانستان را به جنوب افغانستان وصل می سازد. پیش از ساخت این تونل حمل و نقل از میان کوههای پربرف هندوکش انجام می شد. در گذشته ها مردم برای سفر از شمال به جنوب کشور 5 راه دشوار گذر پیش روح داشتند. شاهراه میان بادغیس و هرات از راه مرغاب و کوتل سبزک، شاهراه دوم میان بامیان و مزار شریف، جاده سوم خنجان و شمالی، جاده چهارم بدخشان پنجشیر، جاده پنجم بدخشان نورستان بود. اما فکر اتصال شمال به جنوب افغانستان از طریق شاهراه پخته و قیرریزی شده وسط سلطنت امیرشیر علی خان به وجود آمد. حبیب الله خان خواست تا سالنگ شمالی را به سالنگ جنوبی وصل کند. در اسناد تاریخی آمده است که کار ساخت این جاده 40,000 طلای اشرفی و نقره نیکولای هزینه داشت. در سالهای 1352 خورشیدی این تونل با نصب ماشین‌های هواکشی گنجایش رفت آمد 2000 موتر را در یک شبانه روز داشت. عزیزای بیننده، هموطن عزیز ما که در این پروژه کار میکنه، امروز در کنار ما هست، امروز شما صحبت های میداشته میشه. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. آقای صاحب چطور هستی؟ شکر الحمدلله، تو خوب هستی؟ چطور پیش میره کارا؟ ان شاء الله کارا خوب پیش میره، خوب روان است، کارا روان است. ان شاء الله ما این پروژه کار به پیش رازی هستیم. چه وقت میشه کارش آغاز شده؟ یک دو ماه میشه کارش آغاز شده. از اول پروژه بودی خودت؟ نه، از یک 20 روز میشه کار می. 20 روز میشه. سبا 20 روز میشه. باشندای همین منطقه هستی دیگه؟ ها، می خانه سلام، اینجا خانه نزدیک هست. نه دیگه، از این باسازی ها خوشحال هستی دیگه؟ نیست که منطقه دان خوشحال هستی، منطقه ما جور شو خوب است، خوشحال میشیم. سابق سرک همه بود. سرک همه بود، بسیار کلی آردان بی مردم بطنگ بود، بطنگ بود بسیار. حال دیگه چی تو خوشحال هستی؟ مردم رازی سکست. چی پیام داری به بین دای عزیز؟ ما برگونه و میسه که بدر آبادی کنم با وطن و خدمت کنم کار کنه نیست. موفق باشیم. تشکر، سلامت باشیم. عزیزای بیننده، گزارش ما ادامه داره، بیشتر صحبت میکنیم همراه هموطن های عزیز ما. همیز یک هموطن ما هست، میریم یک دفعه کنارشون. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستی. اسم مبارک؟ ربانی. باشنده این منطقه هست؟ بله. چقدر وقت میشه خودت اینجا زندگی میکنی؟ والا بسیار از وقت این دکتر نجیب دمیجه هستیم. آه دیگه نیمی خانه بود که از پدر در پدر دیگه نیمیجه هستیم. پدر پدر بنده دارم. چطور پیش میره کارا؟ خوب است والا، خوب است، بینش خوب بودیم، کار روان است بودیم. خودت دیگه در این پروژه کار نمیکنی؟ والا میکنی، نام دادیم دیگه باش که نام برای نامت برآمده دیگه. بیکار هستی فعلا؟ بله. چی پیام داری به بینندای عزیز؟ والا پیام من نیست که بدر هر کس باید همین تو کوشش کنه که منطقه شو جور شوه. بخیر کلا گیمه باشه دیگه، بعدا دیگه سی کدام تعریف هست نداره. ما فهم باشم.
عزیزای بیننده و هموطنهای عزیز همین منطقه ما و هر گوشه و کنار افغانستان کوشش بکنیم در پروژه بازسازی و جایی که بازسازی جریان داره با مسئولین با کسایی که اینجا کار میکنن همکار باشیم، چون منطقه خود ما کشور خود ما آباد میشه، زیبا میشه. پس کوشش بکنیم در حفظ و نگهداری و همچنان در زمان کار همراه از اینا همکار باشیم. عزیزای بیننده گزارش شما ادامه داره، با ما باشیم. عزیزای بیننده دیگه هموطن عزیز ما دارم در کنارم که این پروژه کار میکنم راشون صحبت می داشته باشم. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ شکر بخیر باشین. اسم مبارک؟ احمد الله. احمد الله جان قند چطور هستی؟ الله شکر از میگذرم. چطور میگذره روز روزگار؟ خوب هست شکر والا میگذره. گرمی ها که گرمی ها چطور هست؟ الله خوب هست. گرمی هم قنه است که ما بیتاب کنه. چطور پیش میره کارا؟ والا خوب است. کارا خوب است شکر نه. سلام آقا بخیر پخته میشه مردم ما از خط لای از یک پا بیغم میشن باشنده این منطقه است؟ آه باز بکنیم منطقه است. چی که وقت میشه که این پروژه کارش آغاز شده؟ دو ماه سه ماه شده مردم میند در کار از بدر کسایی که بیکار بودن از جمهوریت بدر ایران کلشان در کار شدن بسیار خوب شد برای مردم. از اول پروژه خودت در اینجا کار میکنی؟ نه از ما یک 23 روز میشه 24 روز. یک 23 روز. از اول دیگه نامده بودی خودت؟ نه از اول نامدم. چقدر از این بازسازی ها راضی هستین؟ منطقه تان آباد میشن؟ والا بازسازی ها خیلی ببینن، والا بازسازی ها زیاد راضی هستیم. مردم هم دکار میشه، سرکا هم جور میشه، پختکاری میشه. یا مردم هم خوب شد، به مردم محل هم خوب شد. با کسایی که بعد بیکار بودن با او هم خوب شد. از شون زیاد راضی هستیم. بدون شک هر طرف و مردم ملت ما خوبی شده. چی پیام داری ببینده عزیز؟ ببینده این پیام ما داریم که بیادر دایم دکار باشن، کار بسیار خوب چیز است. همراه همسایه خود خوب باشم و منطقه خود خدمت کنم. این همین پیام بر شما داریم. موفق باشید برادر. عزیزای بیننده گزارش شما ادامه داره، با ما باشین. بیشتر صحبت میکنیم همراه هموطنهای عزیز ما که در این منطقه زندگی میکنن، همراه انجینر صاحبا و مسئولین هم صحبت های داشتیم، بیشتر هم صحبت میکنیم، با ما باشین.